درود بر بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. امروز که این برنامه خدمتتون تقدیم میکنم 27 جولای 2016 برابر است با 6 مرداد ماه 2575 هخامنشی. من در ابتدا از آقای جناب سوری بسیار متشکرم، محبت میکنن. دیدم مقاله منو توی فیسبوک گذاشته بودن، خیلی متشکرم. وزیرش هم دیدم که گزارش فرموده بود که 80 نفر دیدن این مقاله رو، خوندن این مقاله رو. من اگر ببینید جناب سوری، حالا که اینجا شد من یه چیز بگم. ببینید نسل تلویزیون تماشا کن فارسی کم میشه و خب طبیعی است که جوان ها میان رو کار، جوان ها به تلویزیون های ساتلایت و به تلویزیون های ایرانی به طور کلی توجهی ندارن، به طبیعی است به نوشته های ایرانی هم توجهی ندارن. اگر من یه دوستی دارم خیلی در ترجمه مطلب به انگلیسی خیلی وارده، جناب سوری فکر کنن اگر مایل باشن من بعضی از نوشته های خودم که به نظرم میاد برای یه جوان ایرانی که میخواد انگلیسی مطلب بخونه خوبه بدم به این دوستم که مترجم واقعا زبردستی هستن، ترجمه کنن و از اون فیسبوک استفاده کنیم. حالا دیگه روش فکر کنن. جناب صوبی اگر موافق بودن به من اطلاع بدن. ببینید من میخوام امروز یادآوری کنم از اون دوستم که یک دفعه بهتون گفته بودم، دکتر راستگویان. البته دکتر راستگویان من همه چیزی که میگم واقعی، فقط اسم ایشون رو عوض کردم، یک نام مستعار براشون گذاشتم، نه شاید نخوان اسمشون مطرح بشه. آقای دکتر راستگویان رو در بارش میخوام سوال کنم. این ببینید ماجرا اینجوری شروع شد که من یه دفعه توی یک جمعی، یک شلوغی، یه جایی بود، موزه بود، خیلی شلوغ بود، خانم من راه رفتن براش مشکل، دست منو گرفته و بوتا اون معمول بازو منو گرفته بود، من تقریبا اینو میکشیدمش میبردم جلو. بعد همینطور که توی جمعیت و شلوغی میکردم یه دفعه دیدم که یکی بازو منم یه نفر گرفته، یه لحظه احساس کردم من دارم دو نفر با خودم میکشم. از جمعیت که اونم بیرون نگاه کردم، اه دکتر راستگویانه. حالا خودش هست و خانمش هست و منم هستم و خانم هم هستم، چهار نفر از وسط جمعیت، تراکم جمعیت اومدیم یک کنار پلو هم وایسادیم. دکتر یه دفعه به من گفتش که مینوی من سواد دارم ولی شعور ندارم. گفتم دکتر این چه حرف میدنی من شعور ندارم چیه؟ این تکرار نکنی، تو دکتر جامعه ما هستی، استادی. گفت ببینی من راست میگم، من سواد دارم اما شعور ندارم. سواد دارم، دلیلش، دلیل این که سواد دارم اینه که هم توی ایران استاد دانشگاه بودم، هم توی اینجا، اینجا یعنی شهر هیوستون واقع در تگزاس ایالت امریکا، تگزاس یکی از ایالت امریکا، هم توی ایران استاد دانشگاه بودم، هم اینجا استاد دانشگاه بودم، پس سواد دارم. اگه کسی سواد نداشته باشه به مقام استادی دانشگاه نخواهد رسید، پس سواد دارم اما شعور ندارم. برای که رفتم توی ایران، رفتم عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدم، عکس موی آقای محمد هم تو قرآن دیدم. خب ببینید حالا ما این کلمه شعور کلمه بار منفی سنگینی داره، عوضش میکنیم، میگیم درک اجتماعی، میگیم درک اجتماعی اکثر ایرانیان ضعیفه. ببینید حالا میگم چرا ضعیفه. خب ایشون که گفت ما رفتیم عکس خمینی رو تو ما دیدیم، چند نفر رفتن عکس خمینی رو تو ما دیدن؟ من هرکی میشناختم رفت عکس خمینی رو تو ما دید. ما اونجا مهمون بودیم خونه یکی از دوستانمون، یعنی خونه رئیسمون، من توی شرکت اون زمان کار میکردم، رئیس شرکت یک آقای بود دعوت کرد ما رو شام، رفتم خونه شام. یک ساختمان چهار واحدی زندگی میکرد، یعنی خریده بود یه آپارتمان خریده بود، چهار واحد بود، دو تا واحد هم کف بود، به حیات وصل میشد، استخر داشت، دو تا واحد هم طبقه دوم بود. اومدن در زدن بیاید پشت بود ما توی خمینی رو تو با هم ببینیم. همه اون چهار تا واحد، همه صابخونه ها و مهمون هاشون اومدن بالا پشت بود. هی به من گفتن این ما ببین این خمینی، این حمامش، این ریشش، این نمیدونم چونه چه. گفتم بابا این اکلک های تو ما به هر چی شما میتونی تشبیه کنیم، مثل که جوهر بده تو کاغذ اینجور چا کنی با کنی یه نقش های میفته، هر کسی یه چیزی تشبیه میکنه، این عکس خمینی نیست. گفتن نه ببین
آخه نگاه کن تو اونجا ببین اون دماغشه، اون ابروهاشه، اون عمومشه. اینقدر گفتم من دیم خسته شدم، گفتم اوها دیده، حالا دیدم عجب آدم های من تا حالا نمیدیدم. بیم پایین بریم قدامون رو بخوریم، بابا نوشابهمون رو بخوریم، حرفا چیه بردم برای ببینید. من گفتم درک اجتماعیمون ضعیفه، میخوام بگم چرا دلیلش برم. ببینید ما 15 سال قبل از انقلاب، 15 سال قبل از انقلاب یعنی خرداد ماه 1342، آقای خمینی اون موقع میخواست آقای محمد داشا رو به اصطلاح زیابشو بزنه از کار برکنار کنه و یاران خمینی از جمله اون طیب و جزایی میدوندار را افتاده، یه سری از روستایی های ورامین و میدوندار ها و یه سری از بازاری ها را افتادن که بیان بگیرن. حتی اومدن توی اداره رادیو، تا توی اداره رادیو در قسمت ارگ روبروی کاخ گلستان خیابون بوزرگمری حیاتون باشه، تا اونجا اومدن تو ولی نتونستن دستگاه رو روشن کنن و مثلا حرف بزنن بگن فلان، تا آقای اختار کنن بگید برم بیرون، هر کی نرفت بزنیدش، زدن یه دیگه کشته شدن. خب ببینید حالا چی بود جریان، چی بود جریان، چه علت این که آقای خمینی به شاه بدی میگفت و توهی میکرد، گفت ای شاه نگذار که بگویم تو اسرائیلی هستی، مردم هم مملکت بندازنن بیرون، همینطوری گفت و حرفای دیگه بسیار تند و تیز و زشت. علتش چی بود؟ علتش این بود که انقلاب به اصطلاح انقلاب مشهور به انقلاب سفید بود از طرف آقای محمد شاه، ایشون یه مطالبی رو گفتن، یه پیشنهاداتی دادن و گفتن اینجوری باید بشه. از جمله حالا 6 تا اصل اول بود، بعدن بیشتر شد بیشتر شد رسید به 14 مدت ها، ولی من 3 تا الان به عنوان مثال میگم. یکی گفته بود که خانم ها حق دارن در انتخابات شرکت بکنن و یا خودشون داوطلب نمایندگی بکنن. خانم ها هر که حق رأی دادن و رأی گرفتن دارن، میتونن رأی بدن به کسی یا اینکه خودشون کاندیدا بشن و بهشون رأی بدن نماینده مجلس شورای ملی بشن. یکی دیگه اصلاحات ارضی بشه، یعنی رعیت صاحب زمین بشه. رعیت به کسانی میگفتن که روی زمین ارباب کار میکردن و همه زندگیشون به دستور ارباب بود، ارباب هرچی میگفت اینا میگفتن بله، و روزنامه های توده‌ای چپی ها می نوشتن، جبهه ملی ها می نوشتن که بله در فلان روستا خان فلان زن رعیت رو بایش فلان کار کرد، یا پسر خان فلان دختر رعیت رو آبستن کرد، اومد تهران در فاحشه شد، همش از اینا از اینا بود. خب آقای محمد رضا شاه گفت رعیت صاحب زمین بشه دیگه، ارباب بره بیرون، به ارباب سهم پول ارباب رو یه جوری از دولت سهام فلان میدیم بره، رعیت صاحب زمین بشه، قسطی پول زمین رو بده. بعدم گفت کارگران در سود کارخونه ها شریک بشن. ببینید من نمیخوام بگم شاه خوب بود یا بد بود، اصلا فرق میکنیم بد بود، شاه آقای محمد رضا شاه آدم بدی بود، ولی این حرفا بد بود یا خوب بود؟ رعیت آزاد بشه صاحب زمین بشه بد بود یا خوب بود؟ زنان حق رأی داشته باشن و حق انتخاب شده باشن شدن داشته باشن بد بود یا خوب بود؟ کارگران در سود کارخونه ها شریک بشن بد بود یا خوب بود؟ آقای محمد رضا شاه اینا رو گفت. روشن فکرای ما، چپی های ما، راستی های ما، نمیدونم اندیشمندانمون، روزنامه نگارانمون، تحلیلگرانمون، گفتم ببینیم آقای خمینی چی میگه. آقای خمینی گفت نه مخالفم، اینا هم گفتن نه مخالفم. شما مخالفی که خانم‌ها رو عقل داشته باشن رأی بدن و انتخاب بشن؟ شما مخالفی که کارگرا در سود شریک بشن؟ شما مخالفی که رعیت آزاد بشه دیگه کسی بالا سرش زور بهش نگه؟ درک اجتماعی ضعیف یعنی این، یعنی من به مفهوم کار توجه ندارم، به این توجه دارم که اینی کی گفته که باش مخالفت کرده، این شاه گفته خمینی مخالفت کرده ما مخالفی. اینه من اسمش رو دارم ضعیف بودن درک ملی، درک اجتماعی.
ببینید 15 سال بعدش شما دیم تو خیابونا گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال که داشتیم که کشور ایران که زیر دست یک کشور دیگه که نبود که، آزادی رو هم داشتیم، غیر از آزادی های سیاسی همه جور آزادی داشتیم، غیر از آزادی سیاسی همه جور آزادی داشتیم، حتی یک دوتا پسر عیونای مملکت با هم دیگه ازدواج کردن، دوتا پسر ازدواج کردن، یکی از روزنامه ها یک صفحهشو سیاه داد بیرون، یعنی به جایی که مثلا خبری چیز نیست سفر سیاه داد بیرون، یعنی گفت این عزای ملیه که دوتا پسر با هم ازدواج کردن، ولی این اتفاق افتاد، هیچ کسی هم به هیچ کس کاری نداشت، اونها آزاد بودن دیگه، دولت هم کارشون نداشت، فقط شما حق نداشتی بر علیه شاه و خانواده شرط بزنی یا از مثلا تغییر رژیم بگی یا از براندازی رژیم بگی، اینا فقط حق نداشتی بگی، بقیه چیز آزاد بود. ما اومدیم گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اصلا توجه نکردیم که جمهوری اسلامی نمیشه که، جمهوری یعنی اکثریت مردم، رژیم جمهوری یعنی رژیمی که بر حسب خواست اکثریت مردم اداره بشه. خب این که نمیشه، این دیگه اصلا مذهبی نمیتونه باشه، مذهب یه قانون هاییست که میگن از جانب خدا اومده، قابل تغییر نیست، در حالی که جمهوری یعنی قانون ها رو میشه هر وقت بخوای عوض کنی. مثلا الان ابورشن یا کورتاژ، خب یه قانونی است که 50 سال پیش ممنوع بود، الان بسیاری ایالت‌ها آزاده، پس قانونی است که بشر درست کرده، بشر میتونه تغییرش بده. همون ازدواج همجنسگرایان در 50 سال پیش ممنوع بود، الان در بسیاری ایالت‌ها آزاده، بشر این قانون رو عوض کرد. اما شما میگید آقا ما میخوایم ارثیه پسر و دختر، فرزندان پسر و دختر برمیدون مساوی ارث ببرن، یا نه نمیشه، تو قرآن گفته پسر باید دو برابر دختره ارث ببره، قرآن هم محمد آورده، محمد هم کلام خدا رو آورده، کلام خدا رو که نمیشه عوض کرد. پس جمهوری اسلامی بیمعنیه، اصلا جمهوری مذهبی بیمعنیه، بلکه مذهب قانونهایی هستن که از یک کسی آورده گفته از جانب خداست. خب کی میتونه با خدا در بیفته؟ البته نیچه تقریباً 120 سال پیش گفت خدا مرده است. حالا یه مقاله برسم براتون میگید که خدمتش بعد. پس بنابراین ما اومدیم کشورمونو از اون رژیمی که بود، حالا بد بود، شما میگید بد بود، منم میگم بد بود، اون رژیمی که بود و بد بود اردیم نیدم به آخون، بدتر از بدشو داریم. آقای نوریزاد هستن که یه مقاله می نویسن بر علیه رژیم انتقاد میکنن، آخری مقاله که نوشتن که من تیترش اون بوندیرو من به شما مشکوکم، میگه من به خانم آقای برخورد کردم، خانمی بود میان سال 45 ساله بود، بودن آقایستانش بیشتر بود، آقای اصاد هست بود، خانم من نگاه کرد بدون سلام علیکی که گفت من به شما مشکوکم. حالا مشکوکم میدونی منظور چیه؟ منظور اینه که شما بر علیه آقای خامنه‌ای مطلب می‌نویسید، دستگیرتون نمی‌کنن، نمی‌کشن، تو شکنجه‌تون نمی‌کنن، پس من به شما مشکوکم، مشکوکم که مبادا به دستور دولت اینا رو می‌نویسید، مثلا فرض کنید که یعنی دریچه اطمینانی، یعنی این که بخار که زیاد می‌شه داره دریچه اطمینان داره که داره ظروف زودپر دیگه زودپر یا دستگاه بخار دیگه بخار یه دونه دریچه‌ای داره که اگه وقتی فشار به یه حدی برسه که بخواد منفجر بشه بخار از دیگه داره میزنه بیرون. اینا مردم فکر میکنم مثلا اون چند تایی میگره که این نوریزا دریچه اطمینانیش برای اینکه یه حرفای مخالف رژیم بزنه که منفجر نشه دامه. نوریزا در دوباره همون نامش میگه که وقتی که میخواستن کشور ما رو اون رژیم رو ببرند، یعنی منظور رژیم شاهه، البته نه رژیم شاه، گفته رژیم رو ببرند،
فکر کردن که کی بیارن که بی تخصص تر از همه باشه، ولی زه آخونده را بودن. آخونده ها کتانی که بی تخصص تر از همه هستن. آخونده تخصص چون در اینه که مثلا فرض کنیم که رساله خمینی رو یه دفعه خوندم براتون، نمیدونم برای این مردم تیوی خوندم یا تو خوندم یا رادیو خوندم، برحال یه دفعه خوندم، حالا تکرارش هم اب نداره. میگه که مثلا فرض کنیم که سرگینه، یعنی سرگین یعنی فضله جیش شماره دویه، گاو و الاغ رو نخورید. خواهم این حرفه، من کسی دیوانت بره اونو بخوره؟ منم به شما میگم آقای خمینی شما پنبه نخورید. او هرکس پنبه نمیخوره که، من به شما میگم پنبه نخورید. خب میگه که آب بینی خودتان را نخورید، اما اگر اون وسط ها بود قورت دادید عیب نداره. منم میگم آقای خمینی توف خودتون رو نخورید، اما اگر تو درتون بود قورت دادید عیب نداره. خب اینا که رساله نمیشه که، این آخر شما با این دانش اومدید میخوایید کشور رو اداره کنید. ما راست و چپ و جبهه ملی و توده‌ای و فلان اینا رفتیم مملکت رو دادیم دست اینا. من میگم اگر شاه بد بود خب میامده یه بهترش رو پیدا میکردیم. ما درک ملیمون ضعیفه، گفتیم ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بعد هم اومدیم گفتیم انقلاب از ما دزدیم. آخه این مسخره ترین حرفی که من بگوشم که نمیدیم که انقلاب از ما دزدیم. آقا اون مجهز بود، همه گفت من بیام ایمان جنرال ها ممکنه که کودتا کنن. آقای کارتر جنرال هایزر معاون از معاون سازمان ناتو یا نیتو رو فرستاد اینجا با جنرال ها حرف زد که اینا کودتا نکنن. همه کارا رو کرد. 150 دلار هم آقای 150 میلیون دلار آقای کارتر بهش پول داد. آقای یاسر عرفات هم 250 میلیون دلار قرض داد بهش. همه کارا رو کرد، این همه تظاهرات رو انداخت. شما این تظاهراتی که را میندازن کی را مینداخت؟ هر تظاهراتی 800 هزار دلار خرید میشد. تظاهراتی که در تهران انجام شد نمیدونم شما یادتون هست یا نه، مثلا مردم پیاده فرض کنیم که از قلهک میرفتن قیتریه، پیاده از مثلا میدون فوزیه میمیدن تا میدون آزادی و تا شعار میدونن، تمام این راه رو بلند بودشون کرد. سآلا میامد من شاید کسی بخواد سخت بیاد، من قطع کردم، اگه قطع کردم، اگه یه ایرانی بوده بخواد سخت بیاد دوباره بگیم دوست کنم. بله میگفتم که این شعار میدادن از تمام اینها، تمام به جلای چراغبر بلنگو نرد کرد، تمام اینها سیماره کشیده بودن اومد بودن. الو 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 تمام اینا رو سیم کشیده بودن، مردم رو میآوردن به مردم غذا میدادن. مردم هم رفت بیرن با اینا چجوری میان اینجا. خب وقتی میرسن از کجا آقا اینا میرسن از روسته ها میاوردن، شهرهای اطراف میاوردن اونجا بهشون قضا میدادن، گفتن برید از اینجا پیاده شو میکردن، گفتن برید چهار کیلومتر اون مرزه میرسن سوارتون کنید. اینا هر کدوم من حساب کردم میرفت اون آقایی که این دلوات را مینداخت آقای روغنی بود، 800 هزار دلار نزدیک 1 میلیون خرج هر این تظاهرات میشد. حالا ما میگیم انقلاب رو از ما دزدیدن. آقا انقلاب اینطوری نبود که اینجوری تلقی شده باشه که زمینی سازی داشت، همه کارا شده بود، به یه سری روزنامه نویس پول داده بودن. این روزنامه نویسا من البته نخوندم که به کسی پول دادن، ولی حد میزنم. الو الو گوشی 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 آقای پارسا سوربی مدیر محترم مردم تیوی رو خط هستن. آقای سوربی خیلی لطف کردی تک بارید بفرمی نه قربان، این بیرون چمنا رو میزنن.
و در اختیار من نیست، هیچ کارش نمیتونم بکنم. ولی خب بلا فاصله میرن، اینا زیاد نمیمونن که 5 دقیقه 3 دقیقه میزنن. شما یه خونه‌ای دارید، یه طبقه خریدیدش، ساخته شده، یه 20 سال زندگی می‌کنید، بعد براتون کوچیکه. بله. من یه خونه دو طبقه بسازید، بزرگترش کنید، اینا. چه کار می‌کنید؟ تو اون زمینی که دارید، می‌خواید همین خونه رو دو طبقه کنید، چه کار می‌کنید؟ میرم بلو معمار. همینجا مشکل ما بوده. آفرین. اصلاحات خوبه، ولی زمینش باید آماده باشه. شما اگه به برادر خانمت بگی خب کاری نداری که ما یه طبقه دیگه رو این میسازیم، شما رو این که میسازی خونه یه طبقه هم از بین میبری، شما میرید پایین. ولی اگه به یه معمار زنگ بزنید، اون معمار میاد میگه اینو سال 1900 که ساختن فاندیشن و ماختال لازم نداشتن، یا به شما میگه این مرتبه که هستید این هم باز مهمه. بله. این منطقه‌ای که هستید آب نزدیک سطح زمینه و فشار دو طبقه رو نمیتونه تحمل کنه. بله. آقای شاه با معمار تماس نگرفت. بله. آقای شاه کپیه یه چیزی رو که آقای کندی فکرشو کرده بود گفت خب اصلاحات خوبه دیگه. بعدم شاه باید هنرپیشه میشد بنده خدا، خودش هم گفته بود اصلا دوست نداشت. دو سه بار همین تو این دعوای چی میگن مصدق و فلان در که رفته بود اصلا میخواست همون جاها بمونه. بله. من به خودم مجبور شد. الان شما شغلی که داری نمیدونم پس بچه هاتون هم داخل همین شغل هستن یا شغلهای خودشون دارن؟ نه شغلهای خودشون دارن. خب الان فکر کنید مثلا به پسرتون به دخترتون بگید که بابا این شغل خوبیه، درآمد هم خوبه، بعد منم هستم ولی نمیام چون باید برن شغلی رو که خودشون دوست دارن انتخاب کنن. درسته. خب این بنده خدا رو به زور به زور رفتم که نگه میشدن زور چیزایی داشتن و قدرت و اینها نتونست دیگه. ولی شما درست میگید این چیزا همش خوب بود، روشن فکرهای ما هم که قربانش برم همیشه دنبال جامعه بودن، نمیفهمیدن با چی کار کنم به این روز افتادیم. دست من ممنونم از شما فقط چون این صدای برای من جدید بود و من چند نه تموم شد دیگه صدا رفتن از شما ترسیدن آقای زابی. نه ابهت شما گرفتش اون دیگه رفته. درباره فیسبوک هم شما گفتید من خیلی خوشحالم چون این مثل وی او دی اون نویسم همش 24 ساعت اونجا همه نگاه میکنم، اگه شما اونو ترجمه کنید هم فارسیشو میذارید هم انگلیسیشو میذارید، ولی اینایی که الان روی سطحهای ما هستن همه معمولا فارسی هستن. خب میتونم به پسرشون به دخترشون میگم بیا ببین این چیه. خب میتونید اون کار انجام بدید، من با کمال میگم حالا امتحان میکنید ببینید. من همین مقاله رو شما لطف کردید اونجا به فارسی گذاشتید توی فیسبوک و عکسش هم بر من فرستادید، خیلی ممنونم. همین مقاله رو میدم به اون دوستم انگلیسی ترجمه کنه، بعد میذارید پلو شما. خوشبختانه میتونید دسترسی دارید که ببینید چند نفر نگاه میکنن. بله. اگر دیدیم دو نفر نگاه کردن خب دیگه ادامه نمیدیم، اگه دیدیم 200 نفر نگاه کردن پس ادامه میدیم. بسیاری از شما فرستادن از ما نسته. من بله، من یه زمان میبره، من باید در اون دوستم بفرستم اون ترجمه کنه. بله. هر وقت شما یه چیزی حاضر شد فرستادید منم میذارم اون رو روی فیسبوک بله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خیلی ممنون. پس داشتم میگفتم اینم که میگن انقلاب رو از ما رو بودند، اینم یک حرفیست که از روی بیتوجهی و بیچیر. اما این چندین سال اونا کار کردن، اومدن اون آقای نوریزاد میگفتش که انقلاب دادن به شما، کشور دادن به شما. آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه آخوندها بیتخصص‌ترین گروه بودن، اگر کشور رو در دست هر گروهی میدادن بالاخره یک کاری میکردن دیگه. مثلا فرض کنید اگه میدادن به جبهه ملی، خب جبهه ملی ها آدم های باسواد بودن، سخت کوش بودن،
البته آدم های درست و با تجربه‌ای بودن، خب اداره میکردن. اگر مثلا میدادن به حزب توده، خب شاید حزب توده اون همه نفوذ در اطرش نداشت، خب کشور رو اداره میکرد، ولی اونطوری که امریکا میخواست نمیشد. امریکا میخواست کشور اداره نشه، لذا به بی تخصص ترین گروه ها، یعنی آخونده اینجا رو دادن که آخونده اینجا رو بگیرن و آمدن کشور رو به این روز رو بردن. و ما که گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اصلا فکر نکردیم که آخه جمهوری که با اسلامی جور در میاد. جمهوری یعنی رای مردم، اسلام یعنی قانونای 1400 سال پیش. این دوتا با هم یکی نمیشن که. ما مثل میبینیم کشور اسلامی مثلا مسیحی بهایی، نمیشه که. یا اسلامی مسیحی بهایی، یک همه با هم که نمیشه که. برای این چنین بود دیگه، نه مثل اینا دوباره آقای زوری صداش نرفت، اونا دوباره اومده. من یک اشاره کنم به ترکیه. ببینید در ترکیه خواه همه تو میدونید بهتر، من میدونید که یک کودتایی شد و آقای رجب طیب اردوغان دوباره حکومت رو به دست گرفت و شروع کرد به اصطلاح دستگیر کردن و اخراج کردن. ببینید یه دو میگن این کودتا علکی بود، یعنی خود آقای طیب اردوغان دستور داد یه دیگه هم یه دیگه جنرال یه دعواپیما یه دیگه چیز میان یه کارا بکنن و اینا. یه دیگه نه، کودتا واقعی بود. ببینید اگه کودتا واقعی بود، اگه کودتا واقعی بود، من الان لیستشو دارم که بخونم چقدر آدم دستگیر شد. من اینو که میخونم این آمار رو از روی مجله ایلانیان و واشنگتن شهر خودشون میخونم. نوشته 7500 نظامی از جمله اجدادوند تیمسار بازداشت شدن، 8000 پلیس اخراج شدن و 1000 نفر اخراج شدن، 1000 نفر بازداشت شدن. 3000 کارمند قوه قضایی از جمله 1481 قاضی منتظر خدمت شدن. 15200 کارمند وزارت آموزش پرورش اخراج شدن. 21000 معلم مجوز تدریس خود را از دست دادن. 1577 رئیس دانشگاه مجبور به استعفا شدن. 1500 کارمند وزارت دارایی از کار برکنار شدن. 492 روحانی مبلغ و معلم مذهبی اخراج شدن. 393 کارمند وزارت امور اجتماعی از کار عزم شدن. 257 کارمند دفتر نخست‌وزیری اخراج شدن. 100 مقام امنیتی منتظر خدمت شدن. در این پاکسازی بیش از 58000 نفر را شامل می‌شود. خب ببینید خانم آقای، اگر شما بگید 58000 نفر را یا بازداشت کنید یا اخراج کنید، خب باید یه لیست درست کنید دیگه. این لیست که یه شبه نمیشه درست کرد که باید از یه سال قبل روش کار میکرده که هر جایی تو هر اداره تو هر جایی جاسوس های شما بگن کی بر علیه شما هر میدنه. پس بنابراین همین انبوه اخراج ها و انبوه بازداشت شده ها، اخراج شده ها و بازداشت شده ها نشون میده که این کار آنچنان سریع نبوده، این کار از قبل برنامه ریزی بوده. حالا اگر این کار از قبل برنامه ریزی بوده، یعنی از قبل این کار رو چیدن و بگیم کودتا قلابی بوده، اونم یه کمی به نظر میرسه که یه سری درصد کودتا بودن. آقای رجب طیب اردوغان هم اطلاع داشته و به یارانش یه دوی گفته با اینا کمک کنید اینا کارشون رو شروع کنن و اون رو شروع کردن و به موقع ایشون به اصطلاح کودتا رو شکست داده و اومده سر کار. یعنی نیمی به دستور بوده، نیمی خودجوش. من اینطوری حد میزنم برای که نمیشه که خودجوش نمیتونه باشه، برای که این لیست نمیتونه آماده باشه. در 58000 نفر میخواید دستگیر اخراج کنید، نمیتونی یه شبه لیست بنویسید.
شما میخواید این همه قاضی رو اخراج کنید، بعد این قاضی ها نمیتونید بگید که اصلا مثلا این همه این قاضی ها اخراج، نمیتونه بگید که یه عده‌ای رو اخراج کردید و اون عده‌ای که اخراج کردید با لیست میداشتید میفهمیدید کی هستن. پس بنابراین کودتای یک عده‌ای در صدد کودتا بودن و آقای طیب اردوخان به یک از دوستانشون هم گفته اینا رو حمایت کنید بذارید کودتاشون انجام بدن، ما وسط راه میگیرمشون و از این فرصت استفاده میکنه همه مخالفان رو هم میبریم. ولی آقای رجب طیب اردوغان در این کار اشتباه میکنه، یعنی کار غلطی میکنه. حالا من باز از هست و همین مجله یا یک نوشته دیگه بود آقای دکتر کاظم ودیعی نوشته بود، نمیدونم چیکارش کردن، حالا من در حال برنامه هم توی اتاق علوم رو در بزن. بله میبخشید. آقای کاظم ودیعی یه مقاله نوشته بود، من مقالهش خوندم آوردم که برای شما بخونم، نمیدونم چی کارش کردم. بله یه وقتا یه چیزی آدم گوه میکنه نمیدونه کجا گذاشته. برا نوشته که به سه دلیل این آقای ایشون کارش اشتباهست. یکی این که ارتش ترکیه که آقای دکتر کاظم ودیعی مینویسه نوشته هشتمین ارتش بزرگ جهان بود و این ارتش لطمه خورد. خب این همه جنرال بگیری، این همه سرباز و این همه آدم بگیری، خب این ارتش لطمه میخورد که اون بقیه جنرال هم دل نمیدن به کار دیگه. اون وقتی اینجور شد. یکی این که دیگه دولت اروپای همچی ترکیه ای رو که اینقدر بازداشت میکنه و دموکراسی وجود نداره و این همه میره به طرف اسلام و این حرفا، یه همچی کسی رو نمیتونه عضو خودش بپذیره. و یه دلیل دیگه ما برده بود که من میگم کاغذ رو گم کردم و یادم رفت. احتمال دیگر این است که دولت دارد مخالفان علوی تبار خود را حذف میکند. جمعیت علویان ترکیه حدود 15 میلیون نفر میرسد. بعضی ها سرکوب فعلی را اتفاقات ناشی از کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980، ببینید خوب توجه کنید، در ترکیه در سال 1980 یعنی 36 سال پیش یه کودتای دیگه شده مقایسه کردن، اما آن کودتا به اعدام عده‌ای و بازداشت 600 هزار نفر منجر شد که در مقایسه با اتفاقات این روزها بسیار فجیع تر بود. به هر حال آقای اردوغان داره کشور ترکیه رو آزار میده و ایشون فکر میکنه که آقای اردوغان فکر میکنه با این کارها مخالفینش صدمه میدن و ساکت میشن. البته یه سری الان این کارهای نظامیگری و دستگیری و ایناست، مردم میترسن ساکت میشن، ولی این سکوت از تای دل نیست و آقای اردوغان طرفداراشو کم میکنه. یعنی آقای اردوغان تا اینجا اکثریت مردم ترکیه رو در اثر خودش داشته، ولی با این کارها اون اکثریت رو کم میکنه و احتمالاً واقعا در یک انتخابات آزاد نمیتونه دیگه رأی بیاره مگر که به شیوه دیکتاتوری. بله این سومین دلیلی که اردوغان با این کار به ترکیه لطمه زد، یکی اینکه ارتش پنجم که دنیا رو به این برد ضعیفش کرد، یکی اینکه از اروپا پذیرفته شدن در اروپا دور شد، و یکی اینکه چون سکولاریسم از بین میبره و لذا مردمی که در اثر کوشش های کمال آتاتورک میخواستن یک کشور سکولار داشته باشن یه مقدار ناراضی خواهند شد از این وضعیت که پیش اومد. خب اجازه من یه زنگ تفریح برای شما اجرا کنم. این مطالبی که تعیین کردم از راه زندگی است، خانم پری عباس‌فتی این مجله رو
خانم پری عباس‌سلطی از اول کارش رو با خبرنگاری شروع کردن، اطلاعات بانوان، بعد رسیدن به سردبیری اطلاعات بانوان، بعد بهشون مقاماتی در دولت پیشنهاد شد که یعنی ترقیش تا مقام وزارت میرسید، ولی ایشون روزنامه‌نگاری رو ترجیح دادن و موندن. اومدن در امریکا مجله راه زندگی رو تشکیل دادن به اتفاق شوهرشون آقای هوشنگ میرهاشم. نوشته که ایرانی بودن آدم هوا اثبات شد، ثابت شد ایرانی بودن. روزی مولینی پرسید یا شیخ آیا در باب ملیت حضرت آدم هوا تفحص گشته؟ برخی آنان را انگلیسی و برخی فرانسوی می دانند. شیخ گفت وقتی که نه لباسی برای پوشیدن و نه خانه‌ای برای سکنا داشتند و تنها آذوقه آنان یک سیب بوده که خوردن آن هم حرام محسوب می شده و با این همه مصیبت باز هم فکر می کردن در بهشت ساکن هستند، به طور قطع و یقین ایرانی بودن. مهمان آقا تشریف دارن؟ مستخدم نخیر رفتم مسافرم. مهمان برای تفریح؟ مستخدم نخیر با خانوم رفتم. من وقتی من مردم هیچ مرد دیگه‌ای مثل من پیدا نخواهی کرد. زن حالا چرا فکر می‌کنی بعد از تو باید بازم دنبال کسی مثل تو بگردم؟ من مذهب را به منزله مرضی فرض می کنم که از ترس ناشی شده و منبع بدبختی و بیچارگی های نگفتنی برای نژاد بشر می باشد. برتران راسل. بله. افتخار نکن که به اندازه موهای سر دوست و رفیق داری. وقتی محتاج شدی میفهمی که کچلی. البته ما کچل رو در ایران به لغت اشتباه به کار می‌بریم. کچل ما در ایران دو تا لغت داریم، یکی تاس یکی کچل. در امریکا نه تاس دارن نه کچل، میگن هدبال. هدبال یعنی کلش مو نداره مثل توپه. هدبال یعنی تاس، یعنی موهاش ریخته تاس. کچل یه بیماری، کچلی یه بیماریه. من بچه بودم یادم بعضی رو کچلی میگرفتن. کچلی میگرفتن یعنی یک قارچ رو سرشون رشد میکرد و بسیار سعی میکردن معالجات سختی بکنن، ولی بالاخره اگر اون بیماری عبه میرفت اون جایی که اون قارچ کار کرده بود ریشه های مور عبه برده بود. یعنی مثلا یک کسی یه کله ای داشت، یه مثلا پسر 15 ساله بود 20 ساله بود، یه کله داشت که تیکه اینجا تیکه اینجا تیکه اینجا مو خالی بود، یا تمام قسمت راست یا چپ یا وسط مو خالی بود، اون کچل بود. یعنی بقیه جاهاش مو داشت، اونجاش موهاش در اثر اون بیماری ریشه‌هاش ریشه موها خراب شده بود دیگه مویی نبود. اما تاسی فرق میکنه. شوهر عزیزم بیا با هم بریم پارک ورزش. زن چی؟ تو فکر کنی من چاقم؟ شوهر خب نمیخوای نیا. زن منظور اینه که من تنبلم؟ شوهر آروم باش خانم. زن یعنی من عصبیم؟ شوهر منظورم این نبود. زن پس من دروغگوم. شوهر باش اصلا من تنها میرم. زن چی؟ تنها؟ چرا تنها؟ با کی قرار داریم؟ شوهر اصلا غلط کردم، جای قرار نیست بریم. زن مگه من مسخره تو هم؟ و تلاش ها برای شناخت این جنس لطیف ادامه دارن. انسان ها نادان به دنیا می آیند نه احمق. آنها توسط آموزش اشتباه احمق می شوند. برتران راسل.
اینکه ما معابد خود را محترم و مقدس می‌دانیم و معابد دیگران را جاهلانه به این دلیل است که در معابد خود با احساسمان وارد می‌شویم ولی در معابد دیگران با عقلمان. الو من روی تلویزیون مردم تیوی هستم، بعد سر ساعت با ایتو خواهم بود در خدمت شما. آره به منم گفت آره، خیلی متشکرم. باش. میگن هر ملتی که تاریخش رو نفهمه ندونه مجبوره که اشتباهات قبلیش رو تکرار کنه. من یه مقاله رو میخونم از مجله میراث ایرانیان، ایرانیان هریتیج. این آقای دکتر شاهرخ احکامی منتشر میکنن، سالهاست منتشر میکنن و بسیار هم مطالب خوبی تهیه میکنن و برای بسیاری هم میفرستن مجانی، گاه به گاهی همه قبض میفرستن که آب پول بده و یادشون میره که مثلا طرف پولی ساله رو داده، 6 ماه بعد هم دوباره میمیسن، منگار در دفتری برای این مشترکی ندارن. برای ما هم از این قبض ها میاد، ما هم گاهی وقتا دیگه همجوریه، یا میدیم یا میگیم آقا ببین این تا چکی که ما دادیم 2 ماه پیش دادیم، یعنی 1 سال که نشد که. برحال مجله بسیار خوبیست، من یه تیکه از این رو میخونم و امیدوارم که شما هم اگه نظری دارید خب طبیعیست که میگید دیگه. عنوان مطلب رو نوشتن به هواداران دکتر مصدق، نوشتن جناب دکتر احکامی مدیر و سردبیر مجله وزین میراث ایرانیان، با سلام و سپاس از کوشش های مضاعف شما در کار پزشکی و روزنامه نگاری تمنا دارم. مقاله پیوست را در بخش برخورد عقاید برای توجه ویژه جناب آقای دکتر هوشنگ گیلک و هم باوران ایشان چاپ و بر تشرکاتم بیفزایید. دکتر رضاییان، استاد پیشین دانشگاه تهران. دکتر گیلک و خانمشون هر دو آدم های روشنفکر و فعالن در کارهای اجتماعی در شهر هوستون. من این برنامه شهر هوستون تگزاس، در این شهر فعالن و آقای دکتر گیلک متخصص قلب و عروق بودن، بازنشسته شدن الان و به کار تحقیق و مطالعه مشغول هستن. مقاله که برای مجله نوشتن که من نمیدونم چی بوده یا اگرم خوندم یادم نیست، ولی پاسخی که آقای دکتر رضاییان دادن این پاسخ خودش مستقله، یعنی شما مقاله آقای دکتر گیلک هم نخونده باشید این پاسخ چیزای آموزندهی به شما یاد میده و به خصوص که مطالبی که جاه بگاه بگاه میارن از کتاب های میارن و میگن این کتاب صفحه فلان، مثلا کتاب فلان صفحه فلان، اینجوری مطلب رو بدون دلیل و بدون برهان نمیگن. در یه قسمت میگه که شخصیت، البته من اینجوری بدونم این اول بگم، یا فکر نکنم من اینا رو که میگم در مخالفت با آقای دکتر مصدق میگم، در بیان حقایق میگم. ببینید ما ایرانی ها سفید سفید میبینیم یا سیاه سیاه میبینیم؟ نه، مطالب سفید سفید و سیاه سیاه نیست. شاه یه خوبیایی داشت و بدیایی داشت، آقای دکتر مصدق هم یه خوبیایی داشت و بدیایی داشت، منم و شما هم یه خوبیایی داریم یه بدیایی داریم. یه نفر خوبیاش بیشتره میگن آدم خوبیه، یه نفر بدیاش بیشتره میگن آدم بدیه. هیچ خوب 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 ما نداریم، هیچ بد 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 ما نداریم، درست؟ آقای دکتر مصدق این که از کارهای بسیار خدمتی به مردم ایران کرد که اینکه انگلیسی رو از ایران بیرون کرد. ببینید شما نمیتونید تصور کنید در وقتی که آقای محمد رضا شاه پادشاه شدن،
22 ساله بودن، روس و انگلیس در داخل کشور بودن، کشوری که اشغال شده، یه پادشاهی مانده اشغال شده که در حالی که انگلیس میگه من میخوام اینجا جمهوری بشه و اگر میخواد پادشاه بشه پسر محمد حسین میرزا رو میرم اونو میارم پادشاه میکنم، میرن اونو میارن توی لندن باهاش مذاکره کنم، میفهمن یک کلمه فارسی بلد نیست، یعنی نمیشه که پادشاه ایران فارسی بلد نمیشه که، پروژهشون رو ول میکنن. بعد میان میگن جمهوری میخوان باشه، نمیخوان پادشاه باشه. آقای محمد رضا شاه همون جوان 22 ساله به محمد علی فروغی که نخست وزیر بود، که رضا شاه نخست وزیرش کرده بود، میگه که آقای فروغی، این تو تاریخ ها میگه، آقای فروغی اگه فکر میکنید که من استعفا بدم، منو تازه پادشاه میخواد بشه، میگه اگه فکر میکنید من استعفا بدم برم برای این مملکت بهتره، از اون استعفا بدم برم. آقای فروغی میگه نه، اینجا کشور ماست، ما باید تصمیم بگیریم که چی باشه. انگلیس و روس حق ندارم برای ما تکلیف معلوم کنم، ولی خب تکلیف معلوم میکنم. حالا پادشاه محمد رضا شاه پادشاه میشه، ولی همه قدرت به دست روس و انگلیس بوده و به خصوص انگلیس. انگلیس در شرکت نفت ببینید کشور هندوستان کی اداره میکرد؟ کمپانی هند شرقی، یک کمپانی بود که کشور هندوستان رو برای بریتانیا اداره میکرد. در ایران هم یک کمپانی بود به نام بریتیش پترولیوم یا بی پی، این کمپانی ایران رو برای بریتانیا اداره میکرد، در هندوستان آشکارا برای بریتانیا اداره میکرد، در ایران به طور مخفیانه، یعنی کسی نمیامد از یک مثلا فرض کنیم ژاپنی اومد تو ایران همه جو میرفت نمیفهمید که داره اینجا به وسیله شرکت نفت اداره میشه، ولی هر کی وزیر میشد، وکیل میشد، نمیدونم سفیر میشد، حتی خیابون میخواستن بکشن، مخصوصا در آبادان و خرمشهر اونجا شرکت هم گم، نه این خیابون اینوری نکشید اونوری بکشید، این خیابون رو عریض نکنه، اون یکی رو عریض کنه. آقای دکتر مصدق اینا رو از ایران بیرون کرد و البته شرکت نفت رفت شکایت کرد و در سازمان ملل، در بله در سازمان ملل، سازمان ملل در امریکا دکتر مصدق گفت این دعوای بین یک دولت و یک شرکته، سازمان ملل مال دعوای دوتا دولته و این در صلاحیت برای دادگاه لاهه، در دادگاه لاهه در هلند اونجا آقای دکتر مصدق رفت از ایران دفاع کرد، مدارک آورد، گفت ببینید اینا قرار بود شرکت نفت باشه، آخه دولت بریتیش پترولیوم گفت من قرارداد دارم، پول خرج کردم، باید خسارت من رو بده، حق نداری قرارداد لغو کنیم. آقای مصدق میگه شما قرارداد بستید که نفت استخراج کنید، قرارداد نبستید که بگید آقا وزیر کی باشه، مدرک نشون داد که آقا اینجا گفتن وزیر باید فلان باشه، اینجا گفتن باید وکیل فلان باشه، اینجا گفتن آقا این دادگاه لاهه، اینها در اداره کشور ما دخالت کردن و این از قرارداد خارجه، اینا قرارداد رو زیر پا گذاشتن و کارهای کردن که در قرارداد نبوده و به این دلیل دادگاه لاهه به نفع مصدق رای داد، به نفع ایران یعنی رای داد. من منظورم این که اینو بگم، حالا اگر اینجا اشکالات ایشون میگیم یا اینکه نویسنده آقای دکتر رضاییان اشکالات رو گفته، فکر نکنید که فکر نکنید بد بوده، نه این اشکالات هم بوده. البته شخصیت حقوقدان برجسته مانند دکتر مصدق از تریبون مجلس خطاب به رزمارا فریاد کرد به وحدانیت حق، خون میکنیم، کشته میشویم، اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم، میکشم در همین مجلس شما را میکشم. بعد دنبالش آقای دکتر رضاییان میگه که من و چندین جوان دیگر در آن جلسه از جانبداران آقای دکتر مصدق و در جایگاه تماشاچیان بودیم. پس از این برخورد تند آقای دکتر مصدق جلسه را ترک کرد. ما جوانها به دنبال ایشان را افتادیم. در زیرو مجلس ایشان رفتن روی یک چارپایهی و مردم در بهارستان به دور ایشان جمع شدن و ایشان اشاره به مردم حاضر فرمودن ملت شما هستید، بروید در به آن خانه اشاره و مجلس که لانه جاسوسانت را ببندید. خب ببینید این خلاف قانون دیگه،
یک نماینده مجلس توی مجلس یه شما یه حرف میزنید، یا اکثریت با حرف شما مخالفه یا موافقه، شما باید به رأی اکثریت تن بدید. این که برید بیرون، البته اینجا نمیشه، برید بیرون اونجا بگید که اینجا خانه دزدان است، مجلس اینجاست که شما جمع شدید، خب این که نی درست نیست که اون دیگون جمع شدن که مجلس نبودن که. در یه جای دیگرش رفتی مقاله میگه که چون حتی در آن ایام که تیرگی روابط او و مصدق به بالاترین درجه رسیده بود، با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای نظامی مخالفت می‌نمود و حل مسئله نفت را به دست مصدق ترجیح می‌داد. تویش نوشته آسیب شناسی یک شکست، چاپ چهارم، رویه 221. میگم اینه که با دارید دکتر مصدق در خاطرات خود می‌نویسد دو چیز او را به انحلال مجلس واداشت. اول انتخاب مکی به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس از سوی مجلس، و دوم نمایندگان موافقی که در صدر بودند تا علیه دولت رأی بدهند. مورد سوم می‌تواند به گفته مصدق افسود و آن مخالفت مجلس با بودجه طرح رفراندوم بود. ببینید آقای دکتر مصدق در همه مجلس هایی که چه قبل از اون نمایندگان انتخاب شده بودن، چه در زمانی که خود آقای دکتر مصدق نخست وزیر بود و وزیر کشورش رو خودش انتخاب کرده بود، در همه اینجاها آقای دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در اقلیت بود. چرا در اقلیت بود؟ برای که اکثر مردم ایران، بعضی میگن دو سوم، بعضی میگن سه چهارم، رأی روستانشین بودن، بهشون گفتن رعیت، اینها به رأیشون به دستور ارباب بود، به دستور زمیندار بود. ارباب و زمیندار به طور سنتی طرفدار شاه بودن و مخالف مصدق بودن. پس بنابراین مصدق فقط در تهرانی که دو تا شهر بزرگ میتونست وکیلای طرفدار خودش رو توی مجلس داشته باشه، در بسیاری شهرها مخالفین میشدن. گفتم رأی آزاد در شهر قزوین، من یک نوجوان 14-15 ساله بودم، در قزوین در یک انتخابات آزاد مردم به دو تا ملا، دو تا امام به سر، دو تا عبابتن رأی دادن. یکی امام سفید بود بهش میگفتن حاج آقا صفایی، یکی امام سیاه بود بهش میگفتن حاج آقا سجوادی. مردم وقتی که آماده دموکراسی نباشن، دموکراسی مگه مردم اصلاح هستن؟ و بعد اینکه این همه کوشش کردن انتخابات آزاد آزاد آزاد، رفتن نفر دوم اخوان مسلمین آقای محمد مرسی رو آوردن رئیس جمهور کردن. الجزایر 20 سال نه 20 سال هم بیشتر یک انتخابات آزاد شد، مردم به گروه های اسلامی رأی دادن. همین دولت فلسطین آزاد شد، مردم رفتن به نماینده های حماس که تندرو اسلامی هستن رأی دادن، به مثلا عباس، چی عباسه؟ بله، به عباس که آزادی خواهتر بود رأی ندادن، به خالد مشعل و به حماس اینا رأی دادن. یعنی مردمی که آماده ای دموکراسی نباشن رأی درستی نمیتونن بدن، و به خصوص اگر تحت تاثیر مذهب باشن که اصلا نمیتونن باشن. امریکا علت پیشرفتش این که قانون اساسیشو همش اتکا کردن که بدون دخالت مذهب باشه، مذهب رو جدا کردن. جفرسون و دیگرانی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن بارها اعلامیه کوروش بزرگ رو خوندن، و در اون اعلامیه تأکید شده که مثلا مردم آزاده و هیچ کس نمیتونه به زور یک مسئله رو یه نفر تحمیل کنه. خب و حالا اینجا آقای مکی، من این بگم آقای مکی، آقای مصدق میگم مکی سرباز وطن، سرباز فداکار میان مکی رو میگم. منتها آقای مصدق کارهایی کرد خلاف، مثلا حالا یه جوری بخونم تا بعد من. مصدق در آن مدت که از عواید نفت خبری نبود با چاپ محرمانه
312 میلیون تومان اسکناس. ببینید با چاپ محرمانه، یعنی محرمانه یعنی بدون تصویب مجلس بوده دیگه، خودش نخست وزیر خودش چاپ میگه، گفته بودجه نداریم پول نفت نمیاد، هی اسکناس چاپ کنی، هی اسکناس چاپ کنی، بدیم حقوقا رو بدیم پلان کن. اون کار خلاف قانونه. با چاپ محرمانه 312 میلیون تومان اسکناس اضافی کشور را اداره کرده بود و از آن می ترسید که کسی پس از حضور در جلسات نظارت و دسترسی به اسناد و مدارک از آن پرده بردارد. مکی گفت آقای دکتر مصدق از انتخاب من برای نظارت بانک ملی خیلی عصبانی هستند، چون دولت اسکناس رو بدون پشتوانه چاپ کرده و می ترسد که من ملت را خبردار نمایم. مورد دومی که مصدق را به فکر انحلال مجلس انداخته بود این بود که دولت موقعیت خود را به قطع و یقین از دست داده بود و اگر کار به استیضاح می کشید جوابگوی دولت می رسید به رأی منفی اکثریت مواجه می شد. مصدق در پاسخ به مخالفت دولت، وقتی آقای مصدق رفراندوم کنه، خیلی رفراندوم یه چیزی که در قانون اساسی ایران نبوده، پیشبینی نشده و ضمناً رفراندوم که صندوق های آری رو بذاره اینجا، صندوق های نه رو بذاره اونجا، دیگه اصلا از خلاف هر رای گیری در هر جای جهانی هست. ولی الان فرصت کمه، در برای این بعدا صحبت میکنیم. ولی مصدق در پاسخ مخالفت دکتر سنجابی با بستن مجلس به باعث گفت آقا جنابالی امروز صبح چرس کشیده ای. دکتر صدیقی وزیر کشور نیز درباره رفراندوم غیرقانونی گفت گریه کردن به اون، یعنی به مصدق، گفتم هر چی شما بگویید ما اجرا میکنیم، اما رفراندوم برای انحلال مجلس کار درستی نیست. سنجابی تاریخ شفاهی هاروارد رویه 15/17 آسیب شناسی یک شکست. دکتر معظمی رئیس مجلس منتخب هوادار دکتر مصدق در اعتراض به تصمیم رفراندوم جهت انحلال مجلس از ریاست مجلس استعفا کرد. به جرأت میتوان گفت در صورت عدم انحلال مجلس با انجام رفراندوم توسط مصدق از وقوع رویدادهای 25 و 28 مرداد 1332 و به جرأت میتوان گفت از فاجعه 1357 جلوگیری به عمل میآمد. آسیب شناسی یک شکست، تألیف علی میرفردوس، 2012 رویه 265. اینم از این. ببینید آقای دکتر مصدق پایه های دیکتاتوری علنی رو در این کشور گذاشت با رفراندوم غیرقانونی خودش. خب من به پایان برنامه رسیدم، حتما بینندگان نظرات خاصی دارن میتونن به تلفن پیامگیر من یه چیز کنن، به صورت زنگ بزنن، پیام بزنن 281-835-3063، دوباره 281-835-3063، زیر صفحه هم معمولا میزنن آقای سوربی. از آقای سوربی در اتاق فرمان سپاسگزارم، از شما خانم ها آقایون که به برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم. شاد و سربلند و سالم باشید.